بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما از چپتر نمبر 4 اینترنت پروتکلز خیر میخونیم. امروز درس های اصلی ما شروع میشه. امروز بسیار غور میکنین، بعد از این بسیار فوکس میکنین، اوکی؟ و بعد از این انشاءالله که پن و همچنان نوت بک هم همراهتان همیشه میارین که ضرور میشه 100%، اوکی؟ ما خیر میخونیم و ابجکتیوز هایی که شامل از این درس تان است، ابجکتیو ها را ببینین که کدام تاپیک ها دی ابجکتیوز شامل است، اوکی؟ که اینها را ما کاور میکنیم. بخیر، پروتکل. What is protocol؟ پروتکل چی است؟ میخونیم. بخیر، what is a protocol؟ پروتکل گفته میشه که set of rules that lets different devices communicate with each other in a computer network. این خود تعریفش است، صحیح؟ اما خود پروتکل چی است؟ در کامپیوتر پروتکل خودش بسیکلی یک سافت‌ویر است یا یک نوعی از سافت‌ویر است. ما مثلا داریم سیستم سافت‌ویر، اپلیکیشن سافت‌ویر، مالویر. مالویر خودش سافت‌ویر است اما اونا ویروس هستن، اوکی؟ دیگه ما فرم‌ویر داریم که بایوس مثلا مثالش فرم‌ویر. دیگه هم پروتکلز، پروتکل سافت‌ویر، پروتکل هم سافت‌ویر سافت‌ویر هستن. اینها بلتن در هر ویندوز انستال شدگی میاین. There is no need. شما بعد از این ویندوز انستال کنی، پروتکل انستال کنی. No. They are pre-installed with every Windows or every operating system. اینا چی هستن؟ یا سافتویر هایی هستن که یعنی ست رولز هستن. مجموعه از قوانینی هستن که بتانیم باز ما کمپیوترها با هم وصل کنیم. یعنی کمپیوترها با هم بتانن لاجیکلی وصل شوند. فیزیکلی خود لاین ضرورت بود. صحیح؟ کانکتر ضرورت بود. لاجیکلی با یک پروتکل ضرورت است. پروتکل خودش سافت‌ویر است. او سافت‌ویر قسمی کد شده، قسمی جور شده که باز ویندوز ها بتانن کمیونیکیت کنن، که وصل شون، که دیتا را شیر کنن. این ما میگیم پروتکل. پروتکل چی است؟ خودش مجموعه از قوانینی است یا پروگرامی است که از طریق از او کمپیوترها را ما بتانیم با هم ارتباط بدیم، وصل کنیم لاجیکلی، ارتباطات را قائم کنیم. اوکی؟ بیسیکلی پروتکلز آر سافت‌ویرز or set of codes that come pre-installed in every operating system. در هر operating نیاز نیست شما این install کنید. ما دو رقم پروتکل داریم، standard versus non-standard. از لحاظ استاندارد، اوکی؟ از دیگر لحاظ نه، از لحاظ استاندارد بودن از این پروتکل ها. پروتکل هایی که استاندارد هستن مثلا TCP/IP، استاندارد یعنی قبول شده کل جهان. Ubuntu است، Linux، مک، کمپیوترهای مک اپراتینگ سیستم دارن. از کدام پروتکل استفاده میکنن؟ از این پروتکل های TCP/IP. ویندوز هم از همین TCP/IP، رد هات از همین TCP/IP استفاده میکنن. اوبنتو، لینکس، دیگه هست مثلا بسیار از سولارس هست و کمپانی. ما مشهور ترین شمی را میشناسیم که ویندوز از مایکروسافت است. همی را میشناسیم و در داخل از اینها پروتکل هایی را که استفاده میکنن که با بتانن کمپیوتر را با هم وصل کنن، کدام پروتکل است؟ TCP/IP. این استاندارد است، کل جهان از همین استفاده میکنه. امروز در موبایل های ما اندروید است، مثلا موبایل های سامسونگ، هواوی، که کلشان اندروید سیستم دارن. در داخل از اینا کدام پروتکل استفاده میشه؟ TCP/IP. برای که استاندارد است. در موبایل های آیفون چی استفاده میشه؟ TCP/IP استفاده میشه. iOS است، اما امی پروتکل های TCP/IP استفاده میشه، استاندارد. از اون خاطر است نه امروز میتونیم که ما موبایل های چی را، موبایل های آیفون با سامسونگ وصل کنیم از طریق یا هم در کامپیوتر ها میتونیم وصل کنیم. دیتا ترانسمیشن هم میشه، چرا که از پروتکلی که استفاده شده است استاندارد است. نان استاندارد پروتکل یا پروتکل هایی که استاندارد نیستن، قبلا بودن استفاده میشن، امروز بسیار کم استفاده میشن، شاید بسیار کم استفاده شون. مثلا IPX، DECnet و Apple Talk، اینها پروتکل ها هستن مثل TCP/IP، بعد استاندارد نیستن، استفاده میشه. اپل تاک از کی بود؟ از کامپیوترهای اپل بود، مک، در اونها استفاده میشد. بعد اونها دیدن که نمیشه دیگه، بیاین خیلی ما هم از TCP/IP استفاده کنیم که بتانیم اینال با ویندوز و با دیگه لینکس یک اپا کمیونیکیت کده، بتانیم کمیونیکیشن کده بتانیم. حال کل جهان که از این TCP/IP استفاده میکنه، استاندارد بسیار یک شیپش یا شیوش بسیار خوبش هست. اینها هم بودن، حال استفاده نمیشن، بسیار کم استفاده میشن در بعض جاها. در مجموع در موبایل اپراتینگ سیستم، کامپیوتر اپراتینگ سیستم، اوری اپراتینگ سیستم TCP/IP استفاده میشه. سویچ، راوتر اپراتینگ سیستم، هر دیوایسی که هست TCP/IP استفاده میشه. خب میایم TCP/IP را میخوانیم چون استاندارد است دیگه. اون دیگه هاشون استاندارد نیستن و استفاده هم نمیشن، هیچ ما کار نداریم.
TCP/IP خودش بسیار یک جهان بزرگ است، یک جدا یک درس است. TCP/IP مجموعه از پروتکل های زیاده است. ما گفتیم این پروتکل خودش سافت‌ویر است، این یک دانه هم باز نیست، بسیار زیاد است، خود لست بسیار زیاد است. TCP/IP stands for Transmission Control Protocol Internet Protocol. TCP/IP در مجموع بندل یا بسیار بگیم که مجموعه از پروتکل های زیادی هستند، در داخل از زیاد پروتکل ها هست، هر کدامش یک کار مشخص را انجام میدن. صحیح است؟ بخاطر چی؟ کلشون بخاطر کمیونیکیشن، ارتباط قائم شوه، مسیج سند کنیم جدا پروتکل، مسیج ریسیو شوه جدا پروتکل، مسیج دیده بتانیم جدا پروتکل، دیگر فرض مثال کمپیوتر دیگر نفر اکسس کنیم جدا پروتکل، مسیج از کمپیوتر تا به دیگر کمپیوتر بره جدا پروتکل، از یک راوتر به دیگر بره جدا پروتکل، در هر بخش که است جدا جدا پروتکل است. مسیج که است دوتا میشه و انکریپت میشه، دیکریپت میشه و غیره و غیره، کلش در هر قسمت از این که است جدا جدا پروتکل کار میکنه و هر کدامش کار مشخص داره. پس ما میگیم کل از این مجموعه پروتکل ها را باز یک نام دادیم TCP/IP. خود TCP و IP اینا هم یک دو دانه پروتکل هستند، اینا قرار دارن خودشان هم یک دو کار اساسی را انجام میدن. خب از این دو تا که است، اما اصل دیتای ما را یا مسیجای ما را که اینا سند میکنن، باز در اما کل پروتکل ها را به نمایندگی شان باز نام از اینها را ما پروتکل دادیم TCP/IP. یعنی پروتکل ها زیاد هستن، این دو تا هم است، TCP هم است، IP هم است. باز در مجموع کوچون کار اساسی را اینا انجام میتن که سند میکنن دیتا را، باز به نمایندگی کلشان این دو تا را گرفتیم و کل پروتکل ها را نام دادن TCP/IP. صحیح؟ توسط کی دیولپ شده، یعنی کی جور کرده TCP/IP را؟ ما گفتیم بار اول وقتی که نتورک جور شد، کی جور کرده بودی نتورک؟ ریاست دفاع امریکا. اول دفعه اونها چی کردن؟ اما بخش سیستم دفاعی خود میخواستن وصل کنن، یک برانچ خود به دیگر برانچ، اینا در این فکر افتادن ای خب یعنی سخت است، باید یک سیستم جور کنیم که لاین جور کردن، مثلا کیبل TP کانکتر جور کردن، چیزهایی که فیزیکال نیاز بود. باز در بخش سافت‌ویر هم TCP/IP را جور کردن، شش تن کار کردن، اینا زحمت کشیدن، پروگرام کردن، پروگرام های وقت مثلا لنگویج چی بود؟ لو لیول لنگویج بود، 0 in 1 یا اسمبلی لنگویج بود، و بسیار زیاد یعنی سر از این کار کردن و یک سیستم جور کردن، به هر بخش یک پروتکل تایپ کردن، پروگرام کردن، آیست 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 ای باز انکشاف کرد، چیزهای زیاد دیگه آمد. یعنی اصلا دیولپر یا جور کننده TCP/IP کی است؟ DOD است. اوکی؟ از USA. They work in the background. همیشه اینا در background کار میکنن. شما نمیبینین که این اینجا TCP است، اینجا IP است، این اینجا مثلا HTTP است، اینجا تو ببینین که کلیک کنین بتن است تو. نو. They کلشان در background کار میکنن. یعنی صفحه نیست در روی ویندوز شما ببینین. They all work in the background. اما باز کسایی که در IT میای، باید این background رو بفهمن که این پروتکل در background چطور کار میکنه. به خاطر از اینکه ایره شما بفهمین هم کارکرد نتورک در مجموع اینترنت هم میفهمین، هم وقتی که یک سیستم خراب میشه او را هم شما میتونین چطور پیدا کنین که کجا پرابلم است. صحیح؟ و خلاصه این کار شماست که باید TCP/IP را فهمیدین، ستپ بای ستپ کل نتورک را فهمیدین. خب مجموعه از پروتکل هایی که کلا اینها در بخش اینترنت یا در می نتورک کار میکنن، مثلا HTTP یا HTTPS. کار HTTP و HTTP چی است؟ که بر شما اینجا چی جور میکنن؟ google.com همین مسیج رو که تایپ میکنه، مسیج رو جور میکنه، زود و ایره سند میکنه. اینجا ببینین شما there is a protocol HTTPS. این پروتکل اینجا شکلش است، بر در بگراند این خودش یک کور است، سافت‌ویر است که کار میکنه، همین مسیج رو که تایپ میکنه ایره کور رو لگم تو پک میکنه سندش میکنه، باز جور میکنه دیگه پروتکل ها رو هم دیگه جور یک جای میکنه که هر پروتکل باز کار خود میکنه. صحیح؟ مثلا یکی از اما مثال های خوبش اینیم یک دانه پروتکل HTTPS. HTTP قبلا بود تا سال 2013 استفاده میشد، بعد از باز HTTPS. HTTP خالی که است، سیکیور نیست، اما HTTPS که است سیکیور است. سیکیور یعنی چی؟ اگر در وبسایت هایی که شما تنها HTTP خالی باشه،
دو جا اگر شما یوزرنیم پاسورد دایل کنین، کردیت کارت نمبر بدین، it means you are hacked. یوزرنیم پاسورد تان چی میشه؟ هک میشه. باید وبسایت ها را فکرتان باشه. یا هم کردیت کارت نمبر تان به خاطر آنلاین شاپینگ چیز بدین، it means اونا کلشان اونا را دیده میتونن. اگر اس باشه HTTPS is secure است. سیکیور یعنی که کسی یوزرنیم پاسورد کردیت کارت نمبر چیزایی که بسیار پرسنل است، کانفیدنشال است، اونا ایتانه دیده نمیتونه، کسی هک شده نمیتونه، ایزیلی هک شده نمیتونه. دیگه ادوانس هک میشه. دیگه FTP ای هم پروتکلی بود قبلا استفاده میشد، آلی هم میشد در نتورک ها، اما بس در اینترنت نی. FTP فایل ترانسفر پروتکل، امی که فایل تانه نی اپلود که میکنیم، اپلود و دانلود که میکنیم FTP میکنن. یک پروتکل فایل را که اپلود میکنین، مثلا در فیسبوک عکس اپلود میکنین، در واتساپ استیتس میمونه، استوری میمونه، اینی پروتکل اصلا در بک‌گراند کار میکنه. FTP فایل ترانسفر پروتکل، هم اپلود هم دانلود، آل استفاده نمیشه. آل باز امی HTTPS خودش این کارا میکنه، در یعنی FTP در پالوی HTTP استفاده میشه، اپلود و دانلود ای میکنه، و HTTP از FTP کده تیزتر هم هست. دیگه هم DNS یک پروتکل است. اینها را فکرتان باشه که لسته که جمع ماندیم این به طور یک مثال است، یا هر کدوم شده آینده ما باز دیتیلی میخوانیم. It's just an example. Okay. DNS protocol is domain name system. نام با IP و IP برای نام چینج میکنه. مثلا IP گوگل شما میفهمید چی است؟ Anybody. فیسبوک اگه زیاد استفاده میکنین، میفهمین anyone of you? No. کامپیوترها که از همه چیز به سطح یک نمبر میفهمن، توسط یک نمبر. They don't know ABC. قبلا هم گفته بودیم. Even یک گفته چهار یارم نمیفهمه، صفر زیرو این وان نمیفهمه، زیرو این وان یا آف این آن این آل باز قبل از اینکه زیرو این وان هم کار کنه، یک نمبر دسیمال یا هگزا دسیمال را ساین شده و زیره چینج میکنه به زیرو این وان. خلاصه بسیار ساده، کامپیوترها تکس کارکتر اجزا را نمیفهمه، توسط نمبر کار میکنه نمیشه. اما نمبر همیشه دیفرنت میباشه، دیفرنت نمبر همیشه. مثلا رجستر نمبر شما در پانتون، هیچ کس نمیتونه یک رجستر نمبر هر کس باشه، اما نام ها یک چیز میتونه باشه. از او خاطر است که کار DNS همی است، نام با IP یعنی امی گوگل خودش یک IP داره، یک نمبر داره، این نمبر چینج میکنه به این نام و نام با IP چینج میکنه. فار اگزمپل شما ببینید در CMD ما میاییم پینگ میکنم گوگل www.google.com ببینین ما پینگ میکنم، پینگ چی هست؟ بخاطر تست کردن است، تست میکنم که آیا گوگل با گوگل کنکشن دارم یعنی اینترنت دارم یعنی. آی پی گوگل چی هست؟ دس وان. آل که تیزی ما ترای میکنم، صحیح؟ پینگ که تیزی هم تست صورت میگیره. خب بیشتر ما دیجا گوگل دایل کردم یا گوگل تایپ کردم محمد بازم، من میتونم از طریق آی پی شم ای را اکسس کنم. این کار را کی میکنه؟ DNS میکنه. DNS خودش یک سرور است که آی پی ها را لست کل آی پی ها را داره و هر آی پی ها را میگه که اینی گوگل، یوتیوب، فیسبوک، یکم دایل کنیم نامشه چینجش میکنه، او اینی آی پی گوگل از این آمد ریکوست برد میره لایک دات. در حقیقت اگر پروتوکول آی پی گوگل هم نیست همین ای خب آی پی چیز است، آی پی گوگل است، اوکی، یک نمبر است، خب میخوانیم بعد اوکی. خب ما کار دی ان اس گفتیم که نام ها را به آی پی، آی پی ها را به نام چینج میکنه، صحیح. دی اچ سی پی، دی اچ سی پی یک سرور یا پروتکل است که اتومات آی پی میتبر کلگی، دتس انف. تل نت به خاطر اکسس کردن سویچ و راوتر ریموتلی، مثلا سویچ راوتر از ما کمی دور است، یک چند منزل، من نمیتونم هر لحظه بالا و پایین برم، خراب شاید یک چیز خرابی شده باشه، ما میتونم از همیشه از همی منزل یک یا از بیسمنت، همیشه آی تی ها در بیسمنت میباشن در سرور روم خود، در هر تو اکسپویچ هست نیاز نیست و هر دفعه لاین اپی بگیره در دست خود برای کمی دارم لپتاپ در بغلش نو. تلنیت خودش یک پروتکل است که در هر سویچ راوتر رو فعال میسازین ریموتلی، تو در بیسمنت باش اون از سویچ تا در منزل پنج است اکسسش کو، داخلش برو کار کرده بکنی، که از طریق از این پروتکل ما میتونی. باز تلنیت هم مثل HTTP سیکیور نیست، از اینکه با سیکیور ترش که از SSH هست، SSH مثل تلنت کار میکنه اما سیکیور است. RDP ریموت دسکتاپ، اگر بخوایم یک پی سی دیگه را ریموتلی اکسسش کنیم، خب باید کانکت باشه اول فیزیکالی، میخوایم داخل فایل فولدرش بره میگه باشه، باید از طریق چی؟ ریموت دسکتاپ MS DSC. این
این شارتکتش است. ریموت دسکتاپ کانکشن. آی پی دیگه کامپیوتر رو باید ایجاد بتون انتر داخل صفحه زیر اکسس کرده میتونه و فایل فولدر همین چیز شد. خب باید قبل از قبل ریموت دسکتاپ او الاو کرده باشه، اجازه داده باشه یا اجازه هم بده. یوزر نیم پاسورد چه باید بفهمم. این هم یعنی یک پروتکل است در بک‌گراندی کار میکنه. آی پی که میخوانیم بخیر، آی مپ، پاپ 3، این دو دانه پروتکل های هستن که ایمیل که برتون میآید یا مسیج در واتساپ در فیسبوک میآید، مسیج هایتون میاره برتون. سن برتون کس دیگه سن میکنه میاره برتون. سن که شما میکنین باز اس ام تی پی میکنه این کارا. شما که مسیج میکنین در واتساپ، فیسبوک یا در ایمیل جیمیل تون ایمیل راون میکنین، اصلا اس ام تی پی در ترانسفر میکنه. مسیج هایتون یک پروتکل است، ال تی پی اس لیر Layer 2 پروتکل، این مخففش غلط شده است پیشم. TFTP است یک پروتکل دیگه است که اکثرا یک سرور می باشه، معلومات کلاینت ها را چی میکنه یا یک کپی شه پیش سرور ثبت میشه میشه. حالا یه قدر استفاده هم نمیشه. SNMP است بخاطر منیجمنت کل نتورک استفاده میشه پروتکل. تمام معلومات کامپیوتر ها و سیستم و همه چیز که هست در یک سرور ثبت میشه بخاطر منیجمنتشون. ای اکثرا در نتورک های بزرگ از این پروتکل استفاده میشه، جدا سرور می باشن. ICMP هم یک پروتکل است که وقتی که شما پینگ میکنین کدام کامپیوتر، فرض مثال این مسیج های پینگ شما رو کی سند میکنه؟ ICMP. مثلا ما پیشتر کی را پینگ کردیم؟ گوگل. این دفعه مثلا فیسبوک چی میکنیم؟ پینگ میکنیم. پینگ یعنی تست میکنیم کانکشن هست یا نیست. خب می تست کانکشن یا مسیج های ما رو کی سند میکنه؟ یک پروتکل است به نام ICMP. 4 دانه مسیج سند میکنه. یک مسیج سند شد، ریپلای آمد. دیگه سند شد، دیگه 4 دانه سند شد، پس ریپلای هم آمد. کی سند کرد ایره؟ ICMP در بک‌گراند کار میکنه. ایره ما نمیبینیم که این ICMP. صحیح است. دیگه هم ما کدام پروتکل رو داشتیم؟ ARPS و RARP. اینها هم به خاطر مثل DNS چی کار میکنن؟ IP رو به MAC و MAC رو به IP چینج میکنن. But let's have them right now. MAC اول بخونیم IP رو تو به ترتیب پیش بریم. اوکی؟ یا صرف اگزمپل بودم. در آینده کل از اینا رو به دیتیلز میخونیم. سوال است؟ تا این قسمت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی ما است. چپتر نمبر 5، MAC address. MAC address چی است؟ IP address چی است؟ قبل از باید یک کانسپت شبه فهمیم، بعد از نیم سر خود MAC address. صحیح؟ ببینین دوستا، host communication. What does it mean host communication؟ ما گفته بودیم PC ها وقتی که در یک سویچ وصل میشن، با سرور وصل میشن و پرینتر. صحیح؟ بخاطر که اینها communication یعنی ارتباط قایم شده با اینشان، چیز نیاز بود؟ چیزهای فیزیکال. باید هر کمیتر پورت می داشت RJ45 یا نتورک کارت، لاین، سویچ، اینی چیزها. دیگه چی نیاز است؟ لاجیکال، TCP/IP. TCP/IP امونه فهمیدیم، صحیح است؟ این آل در TCP/IP اصلا چی چیزها است؟ مین اونها را ما بخوانیم، صحیح؟ دیگه اینها دیوایس ها با هم وصل شوند، پس چی صورت بگیره؟ کمیونیکیشن. کمیونیکیشن هم گفتیم، کمیونیکیشن یعنی ارتباطات، سند رسیو دیتا، شیر دیتا، کل چیز، شیر پرینتر، شیر اینترنت. چطوری صورت میگیره در بک‌گراند؟ هاو TCP/IP چیزش بود، اما جوابش بود. بعد در TCP/IP چیزی را که اول ما میخوانیم نیاز است، چی نیاز است؟ او را اینال میخوانیم، آدرس نیاز است. فرض مثال اولین چیزی که مثلا نیاز است کمپیوترها با هم وصل شوند، آدرس نیاز است. مثل که اگر یک شخص بخواد به دیگر شخص زنگ بزنه از طریق تلفن، what is the need؟ نمبر نیاز است، نه؟ نمبر شو. نامش اگر داشته باشه چی؟ میخواد نه از طریق نام نمیشه، نمبرش باید باشه. یا یک شخص از یک کشور به دیگر کشور پکیج سن میکنه، پکیج مینز یعنی یک گیفت سن میکنه یک چیزی. But what is the need؟ آدرس از خانه از مکمل exactly کوچه شهر خانه نمبر کلش مهم است برای او. باید بفهمه که خود بتونه برسه هم و گفت از او. و می شکل اگر یک دیوایس به دیگر دیوایس دیتا سن میکنه، ریسیو میکنه، سن ریسیو یا مسیج یا فایل یا هر چیزی که، باید آدرس از اونها رو بفهمه. صحیح؟ و وقتی ما در نتورک فیزیکی گپ میزنیم، موبایل ها کلش اتوماتیک کار رو انجام میدن. اوکی؟ اما ما وقتی که سر فیزیکال نتورک گپ میزنیم، ما باید بعضی چیزا رو خود ما باید بفهمیم. And what are those things? در host communication. یعنی این دیوایس ها که با هم وصل شدن، دیتا را سن ریسیف کردن، چی نیاز است؟ ما به چی نیاز داریم؟ ما به دو چیز نیاز داریم. Layer 3 address که IP address است و Layer 2 address یعنی MAC address.
اول مک آدرس میخوانیم، صحیح است که می دیوایس ها با هم وصل میشن، دیتا را سند ریسیو میکنن. به چی نیاز است؟ مک آدرس. قبل از اینکه مک آدرس بخوانیم ما باید یک نمبرینگ سیستم رو بفهمیم، چرا که اینها کلشون نمبر هستن، صحیح؟ خب از کی سوال میکنم؟ ما از زبیر. به خاطر که انسان ها حساب میکنن، نه روزانه حساب مثلا چطور بسی داره حساب میکنن، از کدام طریقه استفاده میکنن؟ دسمال. آفرین، نمبر دسمال استفاده میکنن، صحیح است. نمبر دسمال از چند تا چند است؟ از یک تا ده. از یک تا ده؟ از صفر الی نو است. اوکی، توتال ده نو. قبل از چی بود؟ اینو خوانه دی بی اس جی، صحیح است. قبل از چی بود؟ قبل از نمبرینگ سیستم دسمال. آها. ها؟ چی گفتی؟ مگا چوب. چوب؟ کدی چوب حساب میکردن؟ چوب دمه اگست داد، چوب دیگه دانه رو بیا. آره چوب دانه خواب بیا. اباکاس؟ اباکاس؟ خب قبل از چی بود؟ قبل از دوست از آن فنگرش فنگرش بود. دوست پیشه سنگ چلکا. اوکی، یک سیستم هست به نام، فکر کنم نباید جهان رو دارم استفاده میشه، اوکی؟ تلی سیستم میگن، چوب خط دنان گرفتن، دنان بویا. آها، نه انوز هم میگه که هست، انوز هم هست، من فکر کنم مال نمیشه. خب در چیز هست، یک مضمون هست که در ساینس دو هم استفاده میشه تلی سیستم، این قسم سیستم، در هر قدر زیاد شده میره زیاد کرده میره. اوکی، اما آل با سیستم پیشرفته تر شد، رومی آمد و بعضی اینی دسمال مرد چی میگن؟ رومی میگن؟ نه رومی نه، اردو یا عربی میگن؟ عربی. آه اوکی، نمبر ها را میفهمیم دسمال نمبر. ما چند نوع نمبر سیستم داریم در کمپیوتر که توسط از اینها کمپیوتر ها کار میکنن و یکی دیگر را میشناسن. اوکی، اولین نمبرینگ سیستمی که هست او دسمال است. این دسمال از چند شروع میشه؟ از صفر الی نو. توتال چند دانه عدد میشه؟ ده دانه عدد میشه. باز اگر بخوایم که اعداد زیاد شوه کمباین میکنیم، صحیح، میکس میکنیم. مثلا بگیم که 12، 12 را چه قسم؟ 12 دانه خط چوب خط نمیکنیم برسم یک و دور یک جای، مثلا یو نو بیتر، میفهمین این حالا. دیگه کدام نمبر سیستم داریم؟ باینری نمبر سیستم داریم. باینری که از با زبان کمپیوتر است، باینری یعنی دو، بای یعنی دو. دو دانه نمبر است، صفر یا یک. صفرش یعنی آف و یکش آن. چرا آن؟ به خاطر اینکه بیس آن برق کار میکنه کمپیوتر و دو حالت داره برق، یا آف یا آن، صحیح است. به خاطر از آف آن از استفاده میکنه. خب دیگه کدام نمبرینگ سیستم است؟ ما هگزادسیمال نمبر، هگزا از نامش مهم، هگزا یعنی 16، 16 عدد است. از صفر الی 9 توتال چند دانه عدد شد؟ 10. پس 10 را واسه تو میفهمونیم چی میگم؟ 12. از صفر الی 9 جدا شد، صحیح، توتال 10 دانه است و در خودش چه باز چطور میفهمون؟ جدا ای میشه، بالکل صحیح. بعد از 11 است بی، ای را باید دایرکت بفهمین شما. اوکی، 10 ای اس، 11 بی اس، همو قسم سی، 13 هم دی، 14 چی شد؟ ای، و در آخر 15 هم اف. ای را باید دایرکت شما بفهمین. 10 ای میشه، 11 بی میشه، اونطور دایرکت دایرکت مکانیکی نی، دایرکت باید ایره حفظ کنیم. توتال چند دانه شد؟ از A الی F 6 دانه شد و از 0 الی 9 10 دانه، توتال 16 دانه نمبر شد. دیگه هم ما اوکتال نمبر سیستم داریم. اوکتال نمبر سیستم از چند شروع میشه؟ از 0 الی F توتال میشه 8 دانه نمبر. در کجا استفاده میشه؟ در سرکت های برقی زیاد استفاده میشه از این نمبر سیستم. اونا میفهمن چطور استفاده کنن. دیگه خیلی دسیمال، باینری، هگزادسیمال، اینها باز زیادتر در کمپیوتر استفاده میشه. اوکتل هم استفاده میشه تو نیست. اینا نمبر هایی هستن که باز همیشه و دیمی نتورک ما سرکار داریم. کتیدیمی سه نمبر، هگزادسیمال، دسیمال و باینری، کتیدی ها سرکار داریم. خب قبل از اینکه ما بریم طرف مرکز آدرس و آیپی آدرس، باید اینها را بتانیم به یکی دیگه چینج کردن بتانیم، صحیح است؟ خب ما گفتیم که باینری نمبر سیستم، باینری نمبر سیستم یا صفر است یا یک، صحیح. اما وقتی که چینج کنیم اینها را به دسیمال، مثلا اگر ما بگیم که
12 تایپ کنم در کمپیوترم. 12 را خب من میفهمم. کمپیوتر کدام یک نمبر را میفهمه به 12؟ یک نمبر باینری است، 01. اینا برای 12 یک 01 باید یک عدد اساین شده باشه قبل از قبل. او را باید بفهمه که اینی یک اینی چی است؟ 12 است. صحیح؟ یا هم فرض مثال 50. 50 را خب ما میفهمیم. بعد کمپیوتر 50 را چطور میفهمه؟ باید یک نمبر برای ازی اساین شده. صحیح است؟ خب ببینین ما از 8 بیت اول شروع میکنیم. چرا گفته بودیم یک بایت ما چند بیت میشه؟ 8 بیت. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. صحیح است؟ کلش 0 است. این کلش که 0 است مساوی با چی است؟ 0 یعنی 0. که 0 دایل کنیم یعنی کلش باینریش هم 0 است. اینال اگر ما کلش آن کنم اینا کلشان آن شون یعنی 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8 اینا کلش آن شد. صحیح است؟ کلش که آن شد اینا هر کدومش از اون قیمت دارن، یک ولیو دارن. قیمتاش اینا رو میفهمیم. اگر باینری یا باینری یک ما یعنی خانه اول اول از طرف دست راست شروع میکنیم، خانه اول ما اگر آن شود قیمتش چقدر است؟ 1. دوم باینری اگر آن شود صفر نباشه یعنی ایم آن شود قیمتش از 2. سیوم اگر آن شود قیمتش از 4. اما تو چند شده میره؟ 4م قیمت چند است؟ 8. 5م 16. 7م 32. چند شدی؟ 6 دانه شد. و 7م ما چند میشه؟ 64. و آخر 8م ما میشه 128 دلار. صحیح است؟ اینا رو ببینین. اگر ما بگیم از 1 شروع کنم اول یا 0، بگیم که اینه 0 پرس میکنم، 0 را به شکل باینری کمپیوتر چطور میشناسه؟ یک قسم کلش 0 میکنه. یک نمبر اساین شدگی از قبل از قبل. فهمید که این 0 است. این سیگنال چیزی که پرس شده به ما اومده این یعنی 0 است. فهمید؟ اگر بگویم که 1، این یک خود ما فهمیدم. کمپیوتر چطور میفهمه یک؟ 0 0 0 0. قیمت اول بیت ما در کجا است؟ 1. قیمت 1 در کدام بیت است؟ در بیت اول. اما بیت اول چی میکنیم؟ آن میکنیم، باقی کلش آف. این قسم ای کمپیوتر که است به این سیستم میشناسه یک. اگر بگویم که 2، فرض مثال 2 چطور میشناسه؟ قیمت 2 در کدام بیت بود؟ در بیت دوم. اگر بگویم 2 پرس کنیم کمپیوتر این قسم میفهمه 4 دانه 0. توتال بیت ها چه قسم بودن؟ من رسم میکنم باز هم کل اگه بیت ها آن شد 5, 6, 7, 8 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. صحیح است؟ 2 را ما پرس کردیم، قیمت یا ولیوی 2 در کدام بیت است؟ در بیت دوم. پس بیت دوم آن کنیم یعنی آف 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 و ای هم آف. اینی باید آن شد بیت دوم، ای هم آف. پس کمپیوتر باید یک سیستم بشناسه دوره. 3 را ببینیم کدام قیمت های بیت جمع کنیم که 3 به دست بیاید. بیت یکم و دوم قیمت هایش جمع کنیم که 1 و 2 چند میشه؟ 3. پس 2 بیت اول باید آن کنیم، باقی کلش آف. 0 0 0 0 0 0 آن آن یا 1 1. این دسمال با باینری چینج بشه. آها. این خود سه را نمیکنه. خود سه نیست. خود سه نیست. ببین اینجا سه نیست. از کامبینیشن از می ما سه را پیدا کرده میکنیم. پنج را پیدا کرده میکنیم. اونو قیمتایی که اینجا نیست. صحیح است؟ مثلا قیمتایی که اینجا هست کدام است؟ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. بدون از این نمبرها دیگه قیمتایی که نیست. اونها رو ما میتونیم از کامبینیشن از می ها به یک سیستم پیدا کنیم. جمع کنیم قیمت ها را. مثلا 3 را گفتیم نه؟ 2 بیت اول جمع کردیم 3 به وجود آمد. مثلا 4 را ببینیم. 4 چه قسم میشه؟ قیمت 4 در کدام بیت وجود داره هارون؟ 3. در بیت 3 هم صحیح است. پس کل بیت ها را دیگه آف میکنی، اما بیت که قیمتش نموج است در بیت 3 هم است قیمت زوره یا مو بیت آن میکنی، باقی بیت ها آف. پس چی شد؟ 4 شد. یعنی مانایش یعنی 4. 5 ببینین سمی کدام بیت ها را قیمت هایشان جمع کنیم 5 به وجود بیاید؟ 1 و 4. 1 و 4 یعنی بیت
یکم و بیت سوم قیمتاش جمع کنیم چی باوجود میه؟ پنج باوجود میه. ببینید آف 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 آن آف آن این قسم ای شد پنج. کمی در فهمید که اینا پنج پرس شده ای نمبر اساین شده قبل از قبل که it is five. یا هم ببینیم چند بود قیمت ها؟ شش، هفت، هشت، یک سو بیست هشت، شست و چار، سی و دو، شانزده، هشت، چار، چند شد؟ یک تا زیاد است نه؟ یا حساب نکنیم. اوکی بابا مسیح میگاییم دفعه باینری شه پیدا کن؟ باینری صفر. آها. وید شما نگوین اوکی؟ یکی قیمت هشت آم میکنم. بلکل؟ بلکل. قیمت کدام بیت؟ بیت یکمه و بیت چهارمه. قیمت های بیت یک و بیت چهارمه جمع میکنیم میشه نو. دیگه بیت ها باید چی شوند؟ آف. آف 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 هشت آن و چهارم آف دوم آف یک آن. Like that. این دفعه با ما میگه زبیر چل سی و دو هشت آفرین یک سر بیست هشت آف شست چار آف سی و دو آن شانزه آف هشت آن دیگه کلش آف 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 ای چی شد چل خودت روحید پینجا رو با ما بگو باید سی و دو سی و دو بیست هشت یک سد بیست هشت آف شست و چار آف سی و دو آن شانزه هم آن دیگر آش نه هشت هم آف چار هم آف دو آن یک هم آف اوکی هشت هم آف چار هم آف و دو آن یک هم آف چی شد؟ سی و دو شانزه چل هشت چل هشت دو پینجا بوجود آمد. خب تمیم هشتاد یک سر بیست هشت آف شست و چار آن خب سی و دو هم آف شانزه آن باقی دیگه کلش آف آف چطور شد؟ شست و چار جمع شانزه شش و چار چند میشه؟ ده ده و ده هم که دیگهش بود افتاد افتاد و ده هشتاد دو ده مقصد آها قیمت ها باید پوره شد به یک شکل خلاصه پوره شد کزمی هشت دانه پوره میشه هر قیمت یک باید باشه پوره میشه. خب دیگه میگه با ما وصال 99 را بگو برای ما 99 را بگو برای ما 99 را باید پوره کنم 0 و 1 نه 128 ما بازی صاف میکنم 64 32 شانزده هشت چار دو یک جمع کن کدام قیمت ها را جمع کنی که 99 پوره شد 64 128 آف 64 آن صحیح 32 آف نه 32 آن 64 32 96 صحیح ای هم آف 16 هم آف 8 هم آف 4 هم آف 2 آن سه هم آن 96 و 3 99 ایجا باید ضعیف نشه ایجا باید دیگه خوبتر شده بریم به خاطر که آی پی و مکاتر است ایجا پا دو هفته که در سای سبنتینگ است اول یک هفته آی پی است بعد از دو هفته دیگه سبنتینگ است فکرتان باشه. خب هارون ساده بگو برمو یک سال بیست هشت آن دوستان آن؟ یک آف آف آن سی و دو هم آن سی و دو شهست چهار میشه؟ نواد شش نواد شش خب چهار هم آن خب باقی کلش آف چهار آن صحیح است؟ دوستان بگیم یک سال بیست هشت
اوکی زحل 110 کدام بیت ها باید آن باشه کدام بیت ها باید آف شد 128 آف 64 آن 32 هم آن 32 64 چند میشه 96 دیگه باید چند جمع کنیم 16 هم باید جمع کنیم کتیش چهارم باید جمع شوه آن 108 دو هم باید آن شوه 110 خلاصه جمع میکنیم قیمت قلم و کتابچه که باشه احساس کنیم بگیم ایت نه رگه کمان 12 سال مکتب 4 سال هم کمپیوتر ساینس باید ریاضی تو باشه که ای خوب دیگه حساب است بسید خواه اپلیکیشن هم باید کامان وقتی که چی که رفتی دفتر که رفتین تحت امتحان که بودین صحیح است؟ اول انترویو یا پیش از انترویو ریتن امتحان این چیزا باید نمیگه که اپلیکیشن رو بکشه هیچ موبایل اجازه نیست باید یک آی تی کل چیزا رو اتومات بفهمه قیمت ها رو اتومات باید بفهمه نه نه بگو 130 رو به سال تست که حالا جمع کن سال 128 آن آن زیرو آها زیرو 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 آن آن زیرو خواهیانه دو ما دو آن این تهران سواله آسان پس تشکر شوید مطابقه خب مسی یک سر چل این نه جام آن چند کم است؟ 12 کم است چند چنده باید جمع کنی؟ 128 12 دیگر را کپرتیم 40 میشه نه؟ 12 128 32 آف 64 آف 32 آف 16 آف 8 آن که چند میشه؟ 128 و 8 136 4م آن 2 آف 1 آف این شد 140 هارون 150 128 آن نها 68 آف آها آف آف 32 آف 32 آف آها 16 آف 16 و 128 16 و 128 چند میشه؟ 144 دیگه چقدر کم است؟ 6 دیگه کم است 4 دوره 16 آن 8 آف 4 هم آن 2 هم آن آف صحیح است؟ اینه 128 جمع 16 144 144 جمع 6 4 148 148 جمع 2 150 150 روحیت 180 128 آن 164 164 آف آف 32 آن 128 رو 32 چند میشه 160 دیگه چقدر کم است 20 کم است 20 دیگه رو 16 هم آن آف آن آها 4 آن آف آف بلکل صحیح است سمی 190 128 آن آها 64 هم آن نه 64 زیاد میشه نه
سعی کنین 128 جمع 64 192 موبایل بی خیشیم کریم 64 آف 32 آن 128 و 32 160 دیگه سی کم هست سی رست کجا پورا میکنی؟ 16 رم آن میکنی؟ 8 رم آن میکنی؟ 16 خب 160 جمع 16 176 176 جمع 8 184 چند کم است 4 دگم کم است 188 صحیح دیگه چند کم است 2 کم است این تو پشت پشت جا زمان کلا بریم میشه حال خب last but not the least 202 زبایر بس نیست که کلیتون تیز نشه و دهی باز آی پیره صحیح کار کرده نمیتونه تیز تیز 128 آن 64 آن 64 آن 8 آن 32 ویت نکنین گیش نفره 32 128 جمع 64 چند شد؟ 192 192 2 صحیح هست؟ 92 چند کم هست دیگه؟ 32 آف اینا صحیح؟ 16 آف 16 آف 8 آن 8 آن 4 آف 2 آن میشه 202 صحیح هست؟ مسی بر ما میگه 220 استاز 128 آن 64 آن 64 آن بلکل 8 آن استاز بگر آف خب اینا ای هم آف کردیم 32 رم 16 رم آف کردیم هشت آن دو سده بیست شانزه و چهار یک سده نوود دو شانزه چم شد؟ دو سده هشت شد سعی کنین دو سده بیست هم میگیم نه؟ چند باید جمع شد؟ یک سده بیست هشت جمع شست و چهار کمیشه یک سده نوود دو دیگه چرا کدیش جمع کنیم؟ شانزه را کدیش باید جمع کنیم شانزه جمع یک سده نوود دو؟ 208 صحیح است 208 دیگه دور هم باید آن کنیم یا هم آف شد نمیشه 220 صحیح خب دیگه زحل 240 اولشان آن دوم آن 64 آن 192 شد توتال 132 هم آن 32 64 چند شد 96 32 64 چند شد 96 96 جمع 128 224 میشه توتال چند تا جمع کنیم که پورا کنه 224 چند کم است 16 رم آن کنیم 224 جمع 16 240 فیکس شد باقی کلش آف آف تو بیرا باید خوب پرکتس کنیم دایرکت دایرکت باید بفهمین اوکی و خیلی هارون 255 255 128 آن آن 64 آن آن 32 آن جمع کو چند شد کل شام یک آخری شام یک آخری شام کل شام بستان یک آخری شام جمع کو برم 128 جمع 64 192 192 جمع 32 224 224 جمع 16 240 240 جمع 8 248 جمع 2 4 252 52 جمع 2 54 54 جمع 1 55 صد مثلا 500 نه یه خود 256 کل شام شد پس با بالا با سوتا اومد شد 255 حزیر مثلا چی شما بگو؟ مثلا 500 چانی؟ خب 500 که شد؟ ای ضرورت نیست ایره ما میفهمیم به خاطر چی میخوانیم یاد میگیریم به خاطر مک آدرس و آی پی آدرس او کس او سیستم الکترو میگی جدا هر نمبر یک اساین میکنی مثلا تایپ میکنی نه 500 اینه در وینورد یا مفرد
500 چه قسم نوشته میکنی؟ 5 1 8 بیت باینری لرفت. باز 0 1 8 بیت باینری دیگه اسائن شد. باز هم تو جدا. نیاز نیست که ما بیت زیاد کنیم، دراز کنیم. خب 0 بس کنم. خاموش 0 0 0 0. سیگنال کلش آف است. میفهمم که این 0 است. 1 5 نه 1 5. نیاز نیست که ما بجای 8 بیت اولی که 500 شده کلان کنیم بیت 16 بیت کنیم. 32 بیت کنیم. نه. و هر عددی را که شما پرس میکنین اون نمبر شما بر شما یک نمبر است. اما را کمپیوتر که از چی میکنه؟ هر عدد جدا جدا 8 8 بیت نمبر برش اساین میکنم. اوکی؟ 500 قسم میشه نه؟ 0 0 0 0 چند باید جمع کنیم؟ 4 1 صحیح است؟ این قسم باز ای خوش شد 5 مثلا اینا 4 اینی یک دانه اضافه شده. صحیح است؟ صحیح؟ خب مقصد اش بیت باشه. اش بیت باشه. صفر چی میشه؟ کلش صفر 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 صفر. صحیح؟ اما قسم دیگه هم یعنی توتال ای هم چی میشه؟ هر به هر دفعه که یک نمبر اساین میکنیم از 8 بیت باینری برش یک عدد اساین شده. صحیح کنین در کیبورد چه قسم است؟ هر چیزی که شما پرس میکنین در کیبورد یک دانه چپ است. او را ما میگیم کیبورد بفر. در کیبورد بفر کل کیها که از ثبت است. همین که با مجرده که چیزی پرس میکنین اول سیگنال در بفر سکن میشه. سکن که شد او چپ میفهمه که کدام کی پرس شده. ای را میگیم سکن کود. سکن کود از لاین یا در سیگنال در چی میره در چپ خود میره. کیبورد کنترولر یک چپ است در داخل مادربورد. در کیبورد کنترولر از او میره و دایرکت در پروسسر پروسس میشه. پروسسر که فهمید که 8 بیت چی است، یعنی 0 است یا اسپیس است یا 1 است، ای بی سی هر چی است. او باز زود چی میشه؟ روانش میکنه در دیسپلی. در دیسپلی اساین میشه در یک زاویه مفتاح که اینا 0 بلاک. صاحب 255 هم میتونه اینا. هم؟ آ چی کرد؟ دور جدا پنج جدا. مثلا چی؟ ما 255 نشته کنم؟ آیا نیست که بیدم اینجا ما یک جایی در 8 بیت یک حساب کنیم؟ نه 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 سعی کنی او دیگه سیستم است. خب برازی او را که ما میخوانیم او دیگه سیستم است. او به خاطر آی پی نول با بلرد میخوره یا مکنه 255 با بالا یا نمی سیستم چرا خلاص؟ نه اغام کار کهی اغام کار کهی سب اگر 128 اگر 256 که اگر دبل ایک اگر 512 کتن هم دست اواز اهم کار دیو. خودت جدا عملی یکی از ما اینجا میخونیم به خاطر آدرسینگ چیزا رو میفهمیم. یکی دیگه از خود سیستم بک گراوند کمیته رو میفهمیم. او جدا است. اوکی؟ او سیستم جدا است. ما اگه یادتون باشه اسکی کد خوندیم. اسکی کد 8 بیت بود. 8 بیت قیمتا رو کلش که جمع کنیم 255. یعنی 8 بیت در مجموع 255 کاراکتر عدد نمبر سمبل خود جای داده میتونه. اینا رو خویجه خو تن ای بی سی نیست نه زبان فارسی هم از عربی هم از چینایی هم از اونها از کجا میشن؟ باز اوجه که از 16 بیت میگیرن. او باز یونیک کد گفته میشه. اسکی کد نه یونیک کد. 16 بیت دو بتا اون 16 چند میشه؟ 65000. که با 65536 چینایی هم از ژاپنی هم از عربی فارسی کل لنگویج ده اوجه باز و هر کدام یک نمبر اساین شده. اما اون نمبرها از 16 بیت اساین میشه. او جدا از سیستمش. او به خاطر فهم پروگرامینگ گپا است. همون قسم بر رنگ ها جدا عدد اساین میشه. هر رنگ را کمپیوتر میشناسه توسط یک نمبر میشناسه. برای یک نمبر است. این را که ما میخوانیم این کلش 255 به خاطر آی پی ادرسینگ یه موضوعات میخوانیم. اوکی؟ این سیستمش به اون فرق میکنه. اوکی؟ بالا می 253 خود کلش آن بود مثلا 255 255 55 کل 55 گفتم نه 55 آه بیشتر برامت آمو 55 55 خب چیکار است؟ یعنی امی آدم شرط شده گازی با بالش بدرد نمیخورم یا نمیخورم بدرد تو او نمیشه خویش کمیتر می بدرد ازی میخورم 255 بدرد تو میخورم اما قدر لیول فهمتان استاپ کنین ایجا پیش نرین دیگه زیاد گیچ میشین. اوکی؟ تایم پوره است؟ اوکی به خاطر کمیونیکیشن ما به کدام آدرس ها گفتیم نیاز داریم؟ آی پی آدرس و مک آدرس. فردا بخیر ان شاء الله مک آدرس و آی پی آدرس هم میخوام. استاد امیر اگه بود اگه در واتساپ گروپ اون رو سلایدر رو فراوان میکنم. یس. از دیروز جواب